سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدین. جشن تعیین جنسیت بچه پارمیدا برگزار شد و من قبل از برگزاری جشن هم زوایای مختلفش رو شروع کردم به بررسی و بعد از اینکه جشنم برگزار شد یه ویدیوی مفصل براش ساختم که اگه هنوز ندیدید میتونید توی کانال مشاهده بکنید. حالا توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ یه سوژه خیلی جنجالی که توی این جشن اتفاق افتاد و از اولم مشخص بود که همچین اتفاقی احتمالاً بیفته اگه هلیا رها برن، که همونطور که میدونید هلیا نرفت، که اونم یه مقدار بررسی می‌کنیم که چرا دقیقاً نرفت. یعنی توی یه ویدیویی که خودش کانال یوتیوبش قرار داده بود یه جوری شاید بشه گفت که به این موضوع اشاره کرده بود، و از اون سمت رها به همراه شوهرش سامیلو که جزء گروه وانتونز هم هست، از دوستای صمیمی آرتا هم هست، سامیلو با اون توی مراسم شرکت کرده بود، که دقیقاً چیزی هم که می‌خوام توی این ویدیو بررسی کنیم همین موضوعه. بعد از اینکه مشخص شد رها وانتونز توی این مراسم حضور داشته، سوالی که خیلی از طرفدارا و فنا پرسیده بودن این بود که رها و ربکا آیا توی مراسم با هم دیگه خوشوبش کردن، سلام کردن، کنار هم بودن و یه جورایی جشن رو با همدیگه گرفتن، یا نه، یا حالت کینه‌ای و قهری نسبت به هم داشتن و حتی نزدیک هم حاضر نشده بود. بعضی از طرفدارا معتقد بودن و این فرضیه رو درست کرده بودن که حتی وقتی که سامیلو و رها داشتن مسابقه پوشک کردن بچه رو توی جشن انجام میدادن، ربکا داشته با گوشی خودش ازشون فیلم میگرفت و بالا پای میپرید و تشویقشون میکرد. آره بیا. این قطعا نمیتونه درست باشه و بعضی از طرفدارا معتقد بودن که رها و ربکا حتی یک لحظه هم همدیگر از نزدیک توی اون مراسم ندیدن، که قطعا این فرضیه درسته و ما بررسیش میکنیم. توی تمام عکسایی که تا الان از اون مراسم اومده کاملا مشخصه که حتی وقتی که دور هم جمع میشدن که شاتی رو بگیرن، شاتای مختلفی که حالا دست جمعی بوده رو بگیرن، رها و ربکا از همدیگه خیلی دور وایسادن، و علاوه بر اونم ربکا یه سری عکس خودش پست کرد توی صفحه اینستاگرامش. یکی از اون عکس‌ها نشون میده که رها داره خیلی مرموزانه و یواشکی به ربکا نگاه میکنه و نگاهش هم یه نگاه تمسخرآمیز، یه نگاه عادی نیست، بیشتر به نظر میاد که از کینه و عصبانیت میاد، که خیلی هم عجیبه که این عکس چجوری میمیک صورت چجوری تو این شات افتاده و ربکا اونو پست کرده. نکته دیگه هم که حتما تو این ویدیو بررسی میکنیم اینه که بعد از این مراسم کوثر که فکر میکنم اولین بار بود وارد این اکیپ میشد و به واسطه ربکا در واقع با پارمیدا دوست صمیمی شده، خیلی خوشحال بود، چون حالا از اون سایدی که باهاشون مشکل داشت، مثلا کوکسر و پارسالی با آیسی وایرس و کلا اکیپ تک با کسی توی مراسم نه دعوت شده بود و نه حضور داشت، تمام کسایی که بودن یه جوری کوثر باهاشون راحت بود و دوستای جدیدم پیدا کرده بود و خیلی شاداب بود بعد از اینکه اون مراسم رفته بود. برعکس ربکا اصلا حال خوبی نداشت، این خیلی مشخص بود توی واکنشی که بعد از مراسم از خودش نشون داده بود. و یه فکت و مدرک دیگه هم که این موضوع نشون میده و حتما بهش ریاکشن ببینیم، ویدیویی که خودش توی کانال یوتیوبش گذاشت، گفت که یعنی این ویدیو بعد از اون مراسم گرفته شده و توش گفت که دوباره دچار افسردگی شده، پیش روانکاوش رفته، چند جلسه هست که داره دوباره با اون صحبت میکنه. همین نشون میده که بعد از اون مراسم خیلی تاثیر بدی روش گذاشته شده، که قطعا یکی از اون چیزهایی که تاثیر بدی روش گذاشته حضور رها و سامیلو بوده. پس این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید و اگه هنوز کانال رو هم سابسکرایب نکردید لطفا این کارو بکنید و زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدی که میاد باخبر بشید. شاید خیلی ها فکر بکنن که بین هلیا و رها اون کسی که خیلی پروتر و شخصیت قدتری داره هلیاه. شاید هم خیلی ها سر همین این پیشبینی میکردن که هلیا میره، چون آدمی نیست که وابده، از اونجایی هم که خب دوست پسرش هم کوروشه، هر دوتاشون یه جوری قدن. اما اتفاقی که افتاد این بود که رها وانتونز رفت و پیشبینی منم دقیقا همین بود که رها حتما میره، چون آدم ملوتریه یه جورایی، با وجود اینکه شاید به ظاهر اصلا آدم قدی نباشه و خودش نخواد خیلی درگیر این موضوع بکنه، اما همون ملوتر بودن و ریلکس بودنش باعث میشه که بره. هلیا از اون سمت با وجودی که خیلی اکتیو تره و اینو همه متوجه میشن توی ویدیوهای مختلفی که کار میکنه، اما طبق چیزی هم که توی این ویدیویی که قبل از اون مراسم منتشر شده هم میگه، کاملا مشخصه که اصلا درگیری و دعوا و اینجور چیزا رو دوست نداره و توی کاراکترش نیست و یه جورایی اصلا نمیتونه کنترلش بکنه. بریم این قسمت رو ببینیم. شده کلا بخوای از مجازی بری؟
ولی در حد اینکه نه اینکه بگم من دیگه بخوام از کلا سوشال مدیا برم، ولی اینجوری میشم که کاش از اول توش نبودم، به خصوص یه موقعی که یهو یه اتفاقات عجیبی میفته و مثلا احساس میکنم که چقدر به ناحق داره یه سری حرفا زده میشه، مثلا اینجوری که چرا، خب اصلا چرا من خودمو درگیر این داستان کردم، به خصوص در کاراکترم نیست بخوام. من آدمی ام که وقتی دعوا میبینم تپش قلب میگیرم، یا خودم وقتی با یکی بحثم بشه قلبم نان استاپ میزنه، اصلا نمیتونم حرف بزنم، برای همین اون فضای متشنج خیلی اذیتم میکنه. یه سوال جذاب دارم. کاملا مشخص شد که با توجه به چیزایی که خود هلیا داره میگه و فرضیه هایی نیست که حالا بخوام بقیه بگن، خودش میگه که اصلا از بحث و متشنج شدن فضا خوشم نمیاد و قطعا اگه تو اون مراسم حاضر میشد، همونطور که رها حاضر شده و حالا اون عکسایی که تو الان اون شاتایی که اومده نشون میده که رها با ربکا اصلا میونه خوبی نداشته تو اون مراسم، بهش ریاکشن میریم. اما هلیا این پیش بینی رو میکرده که این اتفاق میفته و به خاطر همین نرفته و حالا اون بهانه واقعا به نظر من چیپ اوورد که حالم بد بود و به این دلیل نرفتم و اینا، کاملا هم قابل پیش بینی بود. کسی که یه همچین وایبی داشته باشه و کاراکترش این شکلی باشه نمیتونه توی مراسم شرکت بکنه، چون هلیا و رها و ربکا اصلا دوست بچگی، یعنی بچگی منظورم از 7-8 سالگی نیست، از نوجوانی و جوانی دیگه با همدیگه بودن توی گروه وانتوس، همه با هم اومدن بالا، تمام کارهایی که میکردن با همدیگه بوده و نمیتونن بیتفاوت باشن. تا همین الانش هم به اندازه کافی بیتفاوت بودن و راجبش صحبت نکردن. به نظر من حتما بعد توی ویدیو هم ربکا بیاد بگه که چرا مثلا از هلیا و رها جدا شده، قهر کردن با همدیگه، آنفالو کردن همدیگه رو، و هلیا و رها از اون سمت بیان دلیل ماجرا رو بگن، چون ربکا به هر حال از آرتا جدا شده بوده و دلیلی نداشته که لزوما اینا بخوام با همدیگه قهر بکنن. بریم به عکسای رسمی که ربکا توی صفحه اینستاگرام خودش از این مراسم پست کرده با هم دیگه ریاکشن بریم. یه سری از عکسا که فکر می‌کنم دیگه تمام طرفدارام دیده باشن، عکسای تکیه خودشه که قبل از مراسم گرفته، خیلی با این عکسا کاری نداریم. بعد شروع میشه یه سری از عکسایی که توی مراسم شات‌های مختلفیه که شما توی هیچ کدوم از اونا رها رو نمیبینید. دوباره یه عکس تکی از خودشه، یه عکس دیگه وجود داره که همه جا تقریبا در کنار یاسی و کوسره. خیلی هم تلاش کرده به نظر من ربکا برای این اکیپ جدیدی که تشکیل داده، یعنی یه جورایی تاکسیگر رو مجبور و مجاب، نمیگم حالا به زور آوردتش، مجابش کرد که بیاد توی اکیپ خودش با هم دیگه ویدیو بگن. من تمام مهمونیایی که میرن، حتی استخ میرن، تماما با هم دیگن. به نظر من ربکا خیلی خوب این ماجرا رو هندل کرد. اگه ربکا نبود من نمیدونم کوسر میخواست چه کار بکنه، یعنی قطعا از پس این ماجرا بر نمیومد، چون کوسر هیچ دوست و اکیپی خودش نداشته و الان هم عملا داره با تمام اکیپ و دوستای قدیمی ربکا آشنا میشه و مسیر کاری جدیدش رو میسازه. عکسای دیگه هم شما میتونید ببینید. دوباره تو اینجا توی بک‌گراند یاسیو میبینیم، هیچ خبری از رها نیست. فکر میکنم ربکا و یاسیو کوسر زودم رفتن که اینم دوباره برنامه‌ریزی شده بود. رها وانتوز و سمیلو فکر میکنم دیرتر توی مراسم حاضر شدن با توجه به عکسا و تقدم تأخرهای مختلفی که من حالا دیدم توی چیزای مختلفی که پست شده بود. ما میرسیم به این عکس که تنها جاییه که رها توی بک‌گراند دیده میشه. خیلی جالبه که اونجا دارن، حالا هم پارمیدا هست، هم خود فکر میکنم کیارش باشه، و ربکا داره با یه نفر که نمیدونم کیه عکس میگیره، یه عکس سلفی خودشون دارن میگیرن و یه نفر دیگه داره این عکس رو از سوم شخص ازشون میگیره، که اینم خب خیلی جالبه که این عکس رو بفهمیم که کی گرفته. یعنی کسایی که عکس برداری میکردن حرفه اونجا بودن و یکی از دوستای خود ربکا بود و گفته این شات ازم بگیر. نکته که وجود داره توی بک‌گراند اون عکس، اگه من یکم زوم بکنم رها رو میبینیم که چشما و اون حالا مردمکای چشماش به سمت ربکاست و این نگاه خیلی با حالت کینه و عصبانیتی داره بهش میکنه، که خیلی از مخاطبان اینو متوجه شده بودن و حالا در باره کامنت هم گذاشته بودن که چرا باید رها اینجوری بهش نگاه بکنه، که همین نشون میده که وقتی حتی رها نسبتاً توی فاصله نزدیک از ربکا بوده توی مراسم جشن تعیین جنسیت، داره به چه شکلی بهش نگاه میکنه. وقتی که من متوجه شدم که رها توی این مراسم قصد داشته که حضور پیدا کنه و حاضر شده تو عکس‌ها داره دیده میشه، تقریبا مطمئن بودم که ربکا و رها اصلا با هم صحبتی نخواهند کرد، یعنی امکان این که بخوان صحبتی بکنن وجود نداره. از اون طرف حتی یاسی هم به نظرم کامل به هم زده با اون یکی، چون میدونید کامل با هم دیگه بودن دیگه، دوست دختر قبلی آرش قیاسیان بود، آرش قیاسیان هم که فیلم بردار گروه وانتونز بود، خیلی با هم دوست بودن، ولی حتی یاسی هم من مطمئنم که با رها صحبتی نکرده. و ربکا میگم توی این مراسم حداقل خیلی برد کرد و خیلی خوب با استراتژی تونست جلو بره، چون اکیپ خودش رو برده بود، 3-4 نفر دوست صمیمی خودش رو برده بود که از اول تا آخر مراسم هم باهاش بود. اما رها با شوهرش اومده بود و یه جوری تک افتاده بود، چون نه کوروش اومده بود، نه آرتا اومده بود و نه هلیا که الان دوست صمیمیشه.
این فرضیه رو که ربکا و رها اصلا با هم دیگه صحبت و سلام علیک هم نکردن و میشه از طرق مختلف هم متوجهش شد که حتما چند تاشو بررسی میکنیم. یکی که الان میخوام بهش ریاکشن بریم اینه که وقتی که در واقع ربکا و دوستش برفین که یکی از دوستای صمیمیشو فکر میکنم تو خیلی از جاهای مختلفی که میرن تگش میکنه، رفتن این مسابقه رو با هم شرکت بکنن و پوشک کردن بچه بود دیگه، همه انجامش دادن. میتونید کامل از روی صداها متوجه این موضوع بشید که رها اصلا صداش نمیاد توی تشویق کردنا. من فکر میکنم وقتی که ربکا داشته این پوشک کردن رو انجام میداده رها از اون محل رفته و وقتی رها و سامیلا داشتن این کارو میکردن ربکا نبوده. بریم صداهایی که از بک‌گراند میاد با هم دیگه گوش بکنیم. این ربکا است. نه ببینید صدای پارمینا و کیارش اینا مدام داره میاد و صدای بقیه هم حتی میاد، اما تا الان هیچ صدایی از سمت رها و سامیلا نیومده. کسایی که سامیلا رو میشناسن میدونن که هر جایی باشه مسخره بازی میکنه، یعنی اگه دور این میز بود تا حد امکان مسخره بازی میکرد. میکس میزنه ربکا که مطمئن باشه هر دو تا پوت باری کلا بابا پای بچه هم چسبیده پوشت زانی ها رو بزنی که برفی نوست همونطور که شنیدید در واقع با وجود صداهای خیلی مختلفی که می اومد هیچ صدایی از رها و سامیلا نیومد. قبلتر هم گفتم سامیلا اگه یه جایی باشه حتما مسخره بازی میکنه، اصلا خیلی حالا سرش نمیشه که الان ربکای این اکس آرتاس نباید دیگه مسخره بازی بکنه. مطمئنم که توی اون تایم رها و سامیلا دور این میز نبودن. بریم وقتی که کوسر و یاسی دوتا از دوستای صمیمی و کیپ ربکا داشتن همین مسابقه رو انجام میدادن، صداهای بک‌گراند اون جام با هم دیگه گوش بکنیم. یه حالا جمله نوشته شده، تکستی نوشته شده بود روی این استوری که فقط صدای ربکا و برفین از پشت. حالا بریم گوش بکنیم ببینیم که صدای رها و سامیلو میاد یا نه. بابا اون پوشک نگردید تنگ کرد. ببخشید کارشناسای محترم. بله بله الان ما میریم. نه نه من میشم. صدای ما رو کاملا مشخص بود که هیچ صدایی از رها و سامیلو نمیاد. به نظر من اینکه باق گرفتم برای همچین موضوعی یکی از دلایلش همین دراماهایی بوده که بین افراد مختلف وجود داشته و پارمیدا می‌خواسته همه رو دعوت کنه، همه کسای مربوط و غیر مربوطی که شما می‌شناسین و یه مقداری شناخته شده هستن یا خیلی شناخته شده هستن برای مراسم دعوت شده بودن و ناچارم بعد یه باغ گرفته می‌شد که حالا کسایی که با هم دراما هم دارن بتونن تو گوشه‌های مختلف این باغ باشن. قسمت مختلف تعبیه شده بود، یه جایی مثلا می‌اومدن این بازیو می‌کردن، اونور حالا نوشیدنی‌هاشون بود یه سمت دیگه غذا بود. و میگم این کاملا فهم می‌کنم برنامه‌ریزی شده بود توسط پارمیدا که یه همچین کاری بکنه که مشکلی به وجود نیاد. اتفاق عجیب دیگه‌ای که بیشتر اینو نشون میده که ربکا و رها و حالا سامیلا توی اون جشن یه درگیری و درامایی با هم دیگه داشتن، ویدیوییه که خود ربکا، یعنی اولین ویدیویی که جورایی ضبط کرد بعد از اون مراسم جشن تعیین جنسیت که کاملا مشخصه که حال خوبی نداره و دوره افسردگیش برگشته، خودش هم شروع میکنه این ماجرا رو توضیح دادن. بریم اونو با هم دیگه بهش ریاکشن بریم. من خب تو چند ماه پیش میدونن بچه ها دیگه بازم پیش تراپیست میرفتم و حرف میزدم و اینه چون خیلی حالم بد. بعد دیگه بعد مثلا چند وقت که کلن دوره درمان من طی شد و اینا من دیگه نرفتم چون حالم خیلی خوب بود و اصلا احتیاجی نداشتم دیگه، اصلا احساس میکنم واقعا نیازی ندارم برم تراپیست و اینا. دیگه خلاصه که شد تو این دو سه هفته، این دو سه هفته من چه جوری شده بودم؟ اینجوری بودم که انگیزم رفته بود. یعنی فکر کنید اون انگیزه همیشگی رو که داشتم انگیزم رفته بود واقعا.
در رابطه با این ماجرا خود منم ویدیو درست کرده بودم، کامل بررسیش کرده بودم که بعد از اون دوران جداییش از آرتا اصلا حال روحی خوبی نداشته، افسردگی داشته و حتی پیش روانکاو هم میرفته دیگه. رس کردم دوباره بیانگیزم، یکم واسم همه چی بورینگ شده بود، اصلا انگیزه نداشتم، اینجوری بودم که بازم یه روز دیگه اینجوری بودم باشم، خودم رو میشناسم. گفتم اوکی، یعنی من افسرده شدم، این حالت رو دارم، از یه طرفم بیانگیزه بودم نسبت به همه چی. گفتم اوکی. بعد خلاصه که من هی مثلا اینجوری بودم که حالا ولش کن دیگه، حوصله ندارم به تراپیستم زنگ بزنم، هی مینداختم عقب، هی مینداختم عقب، که سری آخر دیگه به دکترم مسیج دادم، گفتم که یه وقت برای من میذارین امروز و اینا، که وقتو برای من گذاشت، من گفتم خوابیدم، یعنی در این حد برام میگم بی خیال. گفتم بعد اینجوری یعنی عقستم بود، نه که فکر کنید که خوابیدم حواسم نبود، خوابیدم نمیخواستم برم، کار خیلی زشتی هم کردم، ولی چون که نمیخواستم برم تراپیست، اصلا دلم نمیخواد الان صحبت کنم. بعد دوباره چند روز گذشت، دو سه روز گذشت و اینا، بعد یه سر کارم یه مشکلی پیش اومد که من خیلی حالم بد شد، خیلی حالم بد شد، نمیتونم بگم چقدر حالم بد شد، که حتی اون روز من تا هفته صبح بیدار بودم، سر اینکه من توی کارم وقتی مثلا فکر کنی یه حرفی رو به من بزنن، یه مشکلی ایجاد بشه، یه سری قوانین رعایت نشه، هر چیزی، خیلی مثلا من حالم بد میشه، حسابم خورد میشه. و فکر کنی من تو اون حالتم بودم، این اتفاقم افتاد، همه چی واسه خودم خیلی بزرگترش کردم. خلاصه که من حالم به این دقت بکنی که خب شاید حالا اون کار، اما اینکه کاری که ربکا داره خب با همین سوشال مدیا و چیزای مختلف، یعنی بی ارتباط با اون دراماهایی که داره قطعا نیست، و از اون سمت خودش هم گفت که حالش بد بوده و این موضوع تشدیدش کرده یه جورایی. میتونیم یکی از اون عواملی که باعث حال بدیش شده بوده اون مراسم تعیین جنسیت پارمیدا بدونیم، چون به هر حال جشن بزرگی بوده و یکی از دوستای قدیمی و صمیمیش که تمام حرفه کاریشون رو با همدیگه برده بودن بالا رو دیده، یه درامایی هم بوده، حتی سلام هم احتمالاً به همدیگه نکردن، و این موضوع باعث شده که اون حالتهای قبلیش که مربوط میشده به افسردگی بعد از جدایی از آرتا دوباره تشدید بشه. بعد شد تا 6 هفته صبح بیدار بودم و اینا، دیگه شد فرداش که من واقعا به خودم گفتم بابا بلند شد زمزم به دکترت کمکت کنه، وقتی خودت نمیتونی به خودت کمک کنی و دیگران و مثلا دوستات و که خانواده هم دیگه نمیتونن با حرفشون بهت کمک کنن، بهتره که دوباره بری پیش تراپیست، این بهترین گزینه ای توه ربکا. خلاصه که با همون کانتورینگ میل که ذره اینجوری با کسایی که ربکا رو میشناسن میدونن که کانونش خیلی کانون فان و باحالی بود، به خصوص دورانی که با هلیا رها کار میکردن، کلی بازی انجام میدادن و تقریبا میشه گفت که بحثای به این شکل انتلکی توش وجود نداشت. اما بعد از اون ماجرا جدایش خب خیلی میشینن دور هم دیگه و صرفا حرف میزنن، بازی نمیکنن، حرفای جدی میزنن. همین نشون میده که به هر حال وایبش کاملا عوض شده و دیگه نمیتونه مثل قبل به اون شکل ویدیوهای حالا فان و باحال درست بکنه، بیشتر حالا حالت نصیحتی و بحثای جدی و اینا شده، که همینم هم به هر حال باعث این میشه که ویوهای کانالش کمتر بشن، چون موضوعی نیستن که خیلی خواهان داشته باشن و اگه خیلی بخواد ادامه پیدا بکنه کانال میفته، که همونطور که میدونید الان ربکا خیلی کمتر از قبلم داره کار میکنه توی یوتیوبشون، به هر حال کانتنت مثل قبل به اون شکل باحال نمیتونه دیگه تولید بکنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما توی کامنت ها نظرتون رو در رابطه با درامایی که ربکا رها داشتن و مداری که من توی این ویدیو بررسی کردم بهم بگین. آیا هنوز معتقدین که ربکا رها حتی با همدیگه اونجا صحبت کردن، از همدیگه فیلم گرفتن، همدیگه رو تشویق میکردن، یا نه فکر میکنید که ربکا رها اصلا توی فاصله نزدیک از همدیگه هم توی اون باغ قرار نگرفته باشن؟ توی کامنت ها بهم بگین و اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایکش هم بکنید. متاسفانه خیلی از کانال ها سوژه هایی که من خیلی باید زحمت بکشم بتونم آماده شون بکنم به شکل جامعه موضوعی رو بررسی بکنم، برای کسایی که کانال رو دنبال میکنن برمیدارن خیلی راحت همونو کپی شده شو میذارن و متاسفانه هیچ راهی هم نیست که بشه از نظر قانونی اینو پیگیری کرد. لطفا بیشتر ویدیوها رو حمایت بکنید که منم روحیه داشته باشم بتونم تمام مسائلی که وجود داره رو به شکل جامع و خیلی سریع در اختیارتون قرار بدم.